سلام دوستان، در خدمتون هستم برای فال هفتگیمون. ببینیم که با همدیگه حال قطب مذکر، حالا اون موقع اسمش حال آقا بود، چطوره؟ ولی خب اسمشو عوض کردیم چون عزیزانی بودن که شاکی بودن، پس اسمشو گذاشتیم حال اونی که از فرار کرده در رفته از رابطه چطوره. خب دوستان توجه کنین، این فال مربوط به قطب مذکر هست، یعنی خانم باشه یا آقا باشه، شخصی هستش که مادیات، زندگی اجتماعی براش حرف اول هست، اینکه مامانم چی میگه، بابام چی گفت، عمم حالا اینجوره، خالم اونجوره، همسایه دست چپی دست راستی، طبقه بالا طبقه پایین، چه میدونم بقال سر کوچه، همه ازش راضی باشن. آخر سر وقتی که همه کره زمین ازش راضی بودن، ببینیم که حالا شخص احساسیم چطوره، بود نبودم حتما یه حکمتی توش هست. این طرز فکر قطب مذکر هست دوستان. تفاوتش با قطب مؤنث این هست که به قول یکی از دوستان میگفتش که من حاضرم، من گفتم که قطب مؤنث حاضر کلیش رو به خاطر مسائل احساسی بده و اینکه مسائل احساسیش سرتیتر زندگیش هست و مادیات و مسائل خانوادگی و همه این چیزا بعد از اون هست. گفتم حاضر یک کلیه شو بده و دوستم گفت نه، من دو کلیه هم میدم. حالا جدیدن داره میگه تخمک هم میدم. خب دوستان، من یه مقدار خسته هستم، امیدوارم که بتونم آنچنان با مزاح این فالو جلو ببرم براتون. اکاش یه چند نفری از شما دوستان در کنارم بودین که خیلی مثل خودم شوخ هستین و با هم دیگه یه چند تا جوک میگفتیم، مزاح میگفتیم، پس میتونید تو کامنت ها جوک و مزاحاتون رو بگین. ببینیم چه خبر است. خب عزیزان دل، ببینیم که در این شخص فراری بود به مذکر در زندگیش چه اتفاقاتی داره میفته و در کجای این کره زمین هست. ولی قبل از اون مثل همیشه عزیزان دل، خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. دوستان خیلی خیلی خوش آمدین و همچنین شما یاران سروران من که هستین و با کامنتاتون با لایکاتون به من دلگرمی میدین. دوستان توجه کنین، تنها راه زنده ماندن این کانال این هست که شما لایک کنین و به این وسیله به الگوریتم یوتیوب کمک کنین که این کانال دیده بشه. سخن کوتاه میکنم میرم سراغ فال، ولی قبل از اون به عزیزانی که تازه با این کانال آشنا شدن توجه کنین. دوستان این فال این نیستش که حالا میاد حالا اتفاق چه میفته. این فال فقط ما میخوایم بفهمیم این هفته چه خبر هست، چه کار میکنه. اوکی؟ گو. بریم ببینیم که ماشین فراری در چه حالی هست. اوکی؟ بله، شخصی که از این رابطه فرار کرده دوستان توجه کنین، شخصی هستش که دست به سر داره، در حال حاضر ندامت و پشیمانی از یک جدایی داره. مثل شخصی میمونه که واقعا در عزاست، حالا یا واقعا در عزای واقعی هست، عزای شخصی کسی رو از دست داده یا چیزی رو از دست داده. کارت اول داره برش این حرف رو میزنه. اوکی؟ پس شخصی هست که در حال حاضر حال چندان درستی نداره، دست به سر هست. نگاه کنین این کارت زیبای آبی رو، نگاه کنین دست به سر هست و چون از اونجایی که پنج آب هست، آب حرف از احساسات میزنه. من حالم خوب نیست به خاطری که در یک جدایی دارم به سر میبرم، حالم خوب نیست، شاید عزایی دارم پشت سر میزنم. ببین کارت دیگه بهمون چی میگن. دوستان کارت بعدی حرف از ندا میزنه. دوستان ندا یعنی اینکه از اون بالا کائناتم اومدن خیرش رو گرفتن و خودش هم متوجه هست که باید تغییر و تحولی در زندگیش به وجود بیاد، یا اینکه به طور کلی این شخص الان یک مسئله براش رو شده در مورد جدایی که در اون به سر میبره، مسئله سختی که براش هست در واقع در حال حاضر. برای چه حالش بده؟ چون مسئله براش رو شده و اینکه الان
به خودش داره میاد و اون بالا هم دارن بهت میگن خیلی تو میگیریم، حواست جمع باشه اگر نخوای به راه مستقیم صراط المستقیم بریم ما تو رو خیرتو میگیریم. و کارت بعدی ببینیم، پنج هوا افتاده. پنج اینجا، پنج عدد پنج در عدد شناسی عدد همیشه بدبختیه. ببینید این شخص خود درگیری شدید داره، همیشه بهتون میگم یک نفر در سرش نیست، خودش به خودی چند نفره در سرش. خب حالا چی کار کنم؟ حالا من میدونم که باید کاری کنم، من میدونم وارد مکالمه بشم، اون بالا هم خیر منو گرفتم، ولی از یک طرف دست به سرم، ای وای چه کار کنم، از یک طرف دیگه حالا اگر این کار کنم داره حساب چرتکش دستشه بالا پایین میکنه، حالا اگر که من مکالمه انجام بدم اگر این کار کنم چی میشه، بالا پایین. و اینکه عزیزان دل شما افتادین اینجا، یا اینکه این خود این شخص هست که ببینین، یا خود این شخص ببینیم، حالا یک انرژی مؤنث افتاده، این شخص درگیری داره با، یا با مادری درگیری داره الان در حال حاضر، اوکی؟ شخصی هستش که روش مقدار تسلط داره، یا اینکه با خانمی که شما باشین یعنی درگیری داره این شخص، حالا شما میتونید خانم آقا باشین این انرژی داشته باشین، شخصی هستش که داره به خودش میرسه، اوکی؟ شخصی هستش که به فیزیکش داره میرسه، شخصی هستش که به زندگیش داره میرسه، زندگیش رو دستش گرفته و از این مسئله، اگر شما باشین از این مسئله این شخص خوشنودی نداره، اوکی؟ درگیری داره در مورد شما دوستان، یا اینکه انرژی مؤنثی در کنارش هست و اینکه این شخص چیکار داره، حالا اگر دست از پا خطا کنه چه اتفاق میفته. خب بریم ببینیم که کارت بعدی بهمون چی میگن. دوستان پشت این شاه آب افتاد، شاه آب حرف از شخصی میزنه که احساس قوی داره، دوست داره مسائل احساسیش با شخص احساسیش جلو بره، ولی سیاست مدارونه و بعد چون میخواد سیاست مدارونه مسئله جلو ببره، پس بنابراین آنچنان کاری نمیکنه. خب ببینیم کارت دیگه چی میگن. دوستان توجه کنیم، یک سری از عزیزان هستن میگن خب این شاید با رقیبمون باشه، من این فال بر رقیبتون نمیگیرم، اما من مخاطب من شما عزیزی هستین که دارین نگاه میکنین دوستان، اوکی؟ این رو مسئله روشن باشه دیگه، خودمون به اندازه کافی مشکل داریم که رقیبم وارد صحنه کنیم. ای بابا چی بگم والا، ببینیم کارت بعدی چی میگه. خب کارت بعدی حرف از خیانت میزنه. اوکی عزیزان دل، اوکی به این شخص خیانتی شده از یک طرف بهش خیانتی شده و از جانب دیگه ممکنه که خودش این مسئله که بخواد با شما وارد مکالمه بشه، با کسی وارد مکالمه بشه، حرفی بزنه، مثل یک انگار داره به شخصی به کره زمین داره خیانت میکنه. کارت های دیگه به اون میگن چه خبر هست در چیزا. پس این شخص خیانتی بهش شده و در مورد یک خیانتی دست به سر هست. بله شکستی که خودش باعثش شده. اوکی؟ در مقابل اون ندایی هم که حتی اون بالا کائنات هم دارن میگن بابا ما خیرتو میگیریم، ما برو جلو. با همه این احوال کائنات هم در مقابل این شخص دارن شکست میخورن. یعنی این حرفو گوش نمیده، این تغییر تحولو نمیخواد ازش، از این انرژی سنگینی که داره بخواد در بیاد. ببین کارت دیگه بهمون چی میگه. بله در رو خودش بسته، حالا که من نمیدونم چه کار کنم در رو خودم میبندم، خب هیچ کاری نمیکنم، با که نه با تو صحبت میکنم نه با شخص دیگه. چرا؟ چون این شخص بهش خیانتی شده در واقع الان. و بعد حرف از برگشت میزنه. بله حرف از برگشت به رابطه میزنه. ببینید این شخص، پس اون بالا کارت بالا ممکنه که شما باشین عزیزان و پشت حرف از این قرارداد داره میزنه. میدونه خودش که با شخص احساسش قرارداد روحی داره. اوکی ببینید مثل چرخ میمونه اینجا نگه کنید میچرخه. این چرخ، این خودش پایین هست، شما بالا هستین، دست شما رو داره میگیره. در مقابل برگشت به سمت شما اینجا در رو خودش بسته. ببین فقط منفی. خب
میدونین که این شخص قطب مذکر مثل کش تنبونه، درک رفت دیگه، حالا برگشتش، رفتنش با خودش، برگشتنش با خدا. واقعا. خب حالا بریم ببینیم که کارت دیگه چه چیزایی بهمون میگن. من آرکان های ماژور استفاده میکنم. و اما بریم ببینیم که چه خبر هست. خب بله، اصلا این داغون دوستا توجه کنه، اونایی که حالشون خوب میشه با خبرهای بد، دوستان این حالش خیلی بده. طفلی یه چیزی تو زندگیش خراب شده، یه چیزی خراب شده، یه خیانتی بهش شده، یک مسئله که حالش رو بد کرده، یه چیز بدی اتفاق افتاده و اینکه باز هم حالش خیلی داغونه این شخص. یک تغییر و تحول خیلی اساسی در زندگیش داره به وجود میاد. چیزی خراب شده توی زندگی این شخص دوستان. و اینکه داره چیکار میکنه، یعنی حالش الان در حال حاضر خوب نیست. و اینکه دارم میبینم که داره پیشرفت میکنه بر روی در، از این حالت بستگی داره در میاد، از این حالت بستگی داره در میاد و حرکت میکنه. و به چه سمتی میره؟ به سمت کائنات داره میره. کائنات در کنارش هستن. ببین کائنات دارم اون بالا صداش میکنن، این نشنید، حالا که نشنید ببین کائنات چه بلایی سرش دارن در میارن دوستان. حالش بسیار بد خواهد شد و تصمیم میگیره که حرکتی انجام بده. برای چی؟ برای اینکه بره به سمت قطب مؤنثش، برای یک برگشت و اینکه چیکار کنه و اینکه به یک قسمت از زندگیش تکامل بده. با شخص براش موفقیت افتاده و اینکه پیروزی در مقابل چی؟ در مقابل برگشتی که باید نسبت به قطب مؤنثش داشته باشه. خب بریم ببینیم که کارت دیگه بهمون چی میگن. و اما ببینیم کارت دیگه چه خبر است. خب کارتی که هست ببینیم، بله، از یک خرابی داره میرسه به یک چیز، به یک مسئله، کم کم داره به یک چهارچوب مستحکم فکر میکنه. یک خرابی که در زندگیش اتفاق افتاد، داره میفته دوستان، داره میفته این اتفاق، یعنی نزدیکه، یا تا اتفاق افتاده جدید هست، یک مسئله بلی براش اتفاق افتاده، یکی داره اتفاق میفته براش. برای اینکه نگاه کنید دوستان، داره کم کم چیکار میکنه؟ داره قدرتمند میشه، داره چارچوب مستحکمی رو داره به وجود میاره در مقابل این خرابی. خب ببینیم کارت بعدی بهمون چی میگن. خب و اما باز هم خود محترمش افتاد اینجا، خود خوش اخلاقش و از خود راضی نگه کنین شخصی هستش که آقای امپراتور افتاد. پس تغییر و تحول بسیار بزرگ و سختی در زندگی این شخص داره چیکار میکنه؟ داره اتفاق میفته، ولی سر پاس. شخصی هستش که بنیاد بسیار قوی داره و اینکه دوستان ببینین داره از نظر معنویت رشد میکنه. بچه‌مون داره بزرگ میشه. آفرین آفرین، داره معنوی میشه دوستان. اینقدر در خودش بس که علف زیر پاش سبز شد، زیر پای ما هم سبز کرد، حالا داره معنوی میشه. به معنویت روی آورده و اینکه ببین پشت سرش هم اینجا حال است. و اینکه به فکر این هستش که نه تنها به فکر شخص احساسیش قطب مؤنثش داره میفته، کم کم ببینید مسائل موفقیت های مالی داره و اونو دوست داره چیکار کنه؟ با شخص احساسیش چیکار کنه؟ تقسیم کنه. و پشت این امید براش افتاده بسیار خوب. والا دیگه که برای من نمیجوشه، میخوام کله سگ توش بجوشه. حالا این همه مال و ملال اینم به دست بیاری، اگر واسه من نباشه میخوام که نباشه، میخوام همینجوری اینجوری خراب باقی بمونه، اینجوری هم گوشتات بریزه. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه عزیزان. البته مزاح هست دوستان، هیچ کس بد نخواهیم، ولی خب به هر حال همین واقعیت ماجرا اینه دیگه. دیگه که برای من نمیجوشه، شخصی که اینجور با من بد رفتاری میکنه، در روی خودش بسته، در روی من بسته، عین خیالش نیست. خب معلومه کائنات اینجا صداش کردن، اینجا توجه نکرد، ببین چه بلایی دارن سرش در میارن واقعا. خب ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه عزیزان دل و چه ندایی برامون داره.
شیطان افتاده دوستان، مسئله در سر داره که اصلا ولش نمی کنه. حالا یا شما هستین که در سرش هستین، به سمت شما بسیار گرایش داره، یا که مسئله هست که تمام ذهن و فکرش رو گرفته، از اون میترسه، استراب و استرس زیادی داره. ببینید چقدر هم خوشتیپه. خب و اینکه یک مسئله واقعا در سرش میچرخه، همینجور میره و میاد مثل وسواس. و اینکه من فکر میکنم این شما هستین که برای که به شما، به سمت شما بسیار گرایش داره. خب آقای محترم امپراتور خوش باید باز هم چهار اینجا و این یکی هستش، نمیخواست از جاش تکان بخوره. در واقع از جاش تکان بخوره یعنی که ببینید به طور کلی این شخص به سمت شما بسیار گرایش داره، میترسه از جاش تکون بخوره، ولی نمیخواد شما رو هم از دست بده. اوکی؟ شخصی هستش که وقتی که یک تصمیم گرفت، آره دیگه که به کیف میدون میگم که مثل کش تنبون در رفت رفت. خب و بعد کارت بعدیش حرف از پنج، ببینید پنج، یک پنج، دو تا پنج و سه تا، هر همه پنجای دنیا رو که این بخواد داره. ببینید در حال کشمکش با خودش هست، داره از این مسئله خارج میشه، داره پیشرفت میکنه، معنوی میشه و توجه کنه میدونه که به سمت شما اومدن یعنی اینکه چیزی رو باید پشت سرش بذاره، یعنی اینکه باعث میشه که افرادی راضی نباشن. خب حداقل اگر افراد دیگه بدبخت و گناه دارن، هیچ کاری هم نداشته باشن، اون تو سرش اینجور هستش. یعنی من اگر حرکت کنم، حالا که معنوی شدم برم، ببینید من چی کار کنم. و این کشمکش، کشمکش خودش هم هست، یعنی مسئله آسونی براش نیستش. خب اول آن کسی که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. شاید هم فکر میکنه یه عالمه آدم هستن که واسهش سر و کله میشکنن. ببین در حال حاضر از دور داره شما رو میپاد. خب و اینکه کم کم داره معنوی میشه. این کارت هم میتونه من بهتون بگم که این شخصی هستش که داره کم کم چیکار میکنه، به فرشتگان مقربش هم داره توکل میکنه و اینکه کم 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 داره بچه‌مون تاتی 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 را میاد. خب ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه و چه پیام بمونه. از این کارت استفاده میکنم. خب کارت بعدی حرف از این میزنه که ببینید دوستان، این شخص به سمت شما بسیار گرایش داره و اینکه میدونه که شما شخصی هستین که اون چیزهایی رو که این میخواد، ارزشهایی که به دنبالش هست، شما در درون شما هست. پس به خاطر این هست که به سمت شما داره میاد و میخواد چیکار کنه، مسئله رو جبران کنه برای یک سری از شما عزیزان دل. پس این شخص به سمتتون میاد، مسئله رو براتون میخواد جبران کنه. ببینید از یک دعوا میترسه با شما، از یک دعوا میترسه و اینکه میترسه که وقتی که طرف شما بیاد، خاله و دایی و عمه و قلی و نمیدونم هر کسی که هست دور و برش، حالا ناراحت باشن برای یک شروع دوباره. اوکی؟ و با این شروع، برای این شروع دوباره، به هر حال خود درگیری که داره، بهتون میگم این شخصی هستش که بسیار با خودش خود درگیری داره. و بعد شخص ببینید حرف از این میزنه که شروعی دوباره، این شخص قله های کوتاه رو داره پشت سر میذاره، به سمت اورش داره میگیره. پس داره واقعا بیرون میاد، کم 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 بچه‌مون داره پا میگیره، تخم کفتن هم بذاریم زیر زبونش که زبونش هم باز بشه، بتونه با ما صحبت کنه. حالا بریم ببینیم. بله بله دوستان، آره داره میاد کم 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 به سمت شما و مطمئن باشین وقتی به سمتتون میاد، یک عالم آدمای مختلف هم هستن که میان زبون لعنتیشون رو باز میکنن، زبون سیاهشون رو باز میکنن و حرف میزنن. خب تازه بعدش هم خودش هم میاد باتون چونه بزنه، این حواستون باشه به پشت این سر این برش موفقیت افتاده. اوکی دو تا
کارت افتاد اینجا. ببین دوستان این در راه هست، موفقه. یعنی الان دیگه میفهمه بعد از این همه بلایی که سر شما در آورد تازه میفهمه که چی میخواد، بعدش هم میخواد دست براش بزنین به خاطر که خیلی خوش تیپه. ببینین این کارت، کارت هر شخصی هستش که ببینین از من به عنوان یک قهرمان استقبال کنین. و کارت باز هم کالسکه افتاد، در کنارش حرکت افتاده. حالا این شخصی هستش که شاید برای دیدن شما باید مسافتی رو بیاد، خب، ولی به هر حال داره پیشرفت میکنه. الان دیگه من میفهمم، من بچه‌مون بزرگ شد، دست واسش بزنیم. ببین این کارت دقیقاً کارت موفقیت هست و کارتی هست شخصی که پر از غرور هست. یعنی که منو ببینین، من حالا میفهمم تو تا حالا به جای غذا بلا نسبتتون باشه یه چیز یونجه خورده بودی نمیدونستی، الان که میفهمی حالا باید همه برای واسه دست بزنن. و اینکه در حال پیشرفت هست، تو ذوقش نزنین دوستان، اومد بالا بگیرینش. یعنی این کشه رو قشنگ دو تا گره محکم بزنین تا در نره دیگه. خب بعدش کارت بعدی حرف از کار میزنه و شخصی هستش که داره بسیار کار میکنه، بسیار کار میکنه. حالا نگاه کنین دوستان، بر روی این مسئله ای که میترسه که بیاد سمت شما داره کار میکنه و همچنین در زندگی روزانش مثل که کارش زیاد هستش، پروژه هستش که وقتش رو گرفته واقعا. و اینکه بریم ببینیم که و اینکه نبرد افتاده، بله داره میجنگه، از خود حق و حقوق خودش داره دفاع میکنه، برای اینکه میدونه به سمت شما که بخواد بیاد دوستان مشکل هست. کسایی هستن، افرادی هستن که شاید موافق نباشن، پس به این باید نبرد کنه در واقع. و اینکه برای ببینیم این با این مسئله با این یک ملکه زمین شروع شد و با ملکه شمشیر تمام شد، پشتش برای شادی افتاده، پایکوبی افتاده. به غیر از شما دوستان خانم دیگه ای هست که جلوی اینو داره میگیره، با شمشیر جلوش واسطه دوستان. شخصی هستش که نمیخواد که این به سمت شما حرکت کنه. خب و اما ببینیم که کارت دیگه ای هست که بردارم براتون. بعد آخرین دست کارت هم برمیدارم، ازشون استفاده میکنم و بعد میریم آخرین دست کارت تاروت، بعد دست کارت لونورمان ازش استفاده میکنم. کارت رو من بالا بزنم. خب شخصی هست که بسیار خسته هست، شارژش بسیار بالاست از نظر بس که خودش مته به خشخاش میذاره، بس که شادم واقعا کارش بسیار زیاده، مسائل بار زندگیش بر سر بردوشش زیاد هست. باز هم کالسکه افتاده دوستان. این شخص یا اینکه بسیار جابجا داره میشه، یا اینکه به طور کلی این شخص داره به سمت شما حرکت میکنه میاد. ببینید چند تا کالسکه افتاد تو فارتون، 1 2 3 حرکت افتاده براش. خب و اینکه ببینید حالا که من باید برای تو بجنگم چه کار میکنم، دارم فکر میکنه، داره فکر میکنه. در حال حاضر مسدودیت عاطفی داره، کسی دور زندگیش نیست و شخصی هستش که مردی هستش عاشق ولی مشکلات مالی داره. این شخص شخصی هستش عاشق ولی سیاست مدار دوستان. دقیقا دوتا کارت با شاه جام یکی هستش، سیاست مدار. وقتی که ما سیاست داشته باشیم در عشق، من نمیدارم چجوری میتونیم بهش بگیم عشق. خب بریم ببینیم که این کارتای تاروت هم یه وقتای سوال برانگیز هستن. خب بریم ببینیم چه خبر هست در کارت های پوتیلو نومان دوستان. بله خود محترمش افتاد که در کنارش ببین مسئله بسیار سنگینی روی دوش داره. عزای دست و پاش رو چیده، یعنی واقعا چیده ها، و این مسئله سختی داره این شخص. اوکی بله براش خوشحالی خوشبختی افتاده بر روی شاید یک مسئله که براش سخت بوده و اینکه حتی بر روی مسائل جنسیش هم میتونم بهتون بگم که براش خوبی و خوشبختی افتاده. خب براش ببینید در دشمن دارین، دشمن افتاده و اینکه چجوری من برای شما تعبیرش کنم.
یک شاید در مورد مسائل قانونی باشه که رقیب افتاده، و یا اینکه به طور کلی عزیزان دل این شخص شاید درگیری های قانونی داشته باشه، و اینکه دارم میبینم که یک مسئله سختی رو داره پشت سر میگذاره. حالا میتونه ممکنه از نظر کاری باشه، مالی باشه، به خاطر چند بار من این بدبختی مالی رو براش دیدم، شاید مشکلات مالی داشته باشه. به هر حال آخر یک مسئله سخت داره میرسه، به آخر یک مسئله سخت داره میرسه این شخص. خب دوستان، من توضیح در مورد کارت ها بهتون میدم و بعد میریم سراغ کارت های دیگه. پس شخصی که از این رابطه فرار کرده دوستان، شخصی هستش که اصلا به هیچ عنوان حالش خوب نیست. از نظر احساسی دچار ندامت، پشیمونی، حالش بده، خیانتی بهش شده، خانهش خراب شده، داره میشه دوستان. پس حالش از گذشته بد بوده، به خاطر خیانتی که بشده الان خانهش داره خراب میشه. ولی به هر حال این شخص بنیاد قوی داره و میخواد ساخت و سازی انجام بده. مسئله هست در ذهنش، وسواسی بسیار بزرگ هست. حالا ممکنه که این گرایشش به سمت شما باشه دوستان، این شخص، و این که دارم میبینم که با این کارت میخواد چه کار کنه. میخواد که به سمت شما بیاد دوستان، و این که شاید هدیه رو بهتون بده، از شما شاید عذرخواهی کنه. الان میدونه چی میخواد، در حال مسافرت هست، در حال پیشرفت هست، در حال تکان خوردن هست، مسائل دارن تکان میخورن. هر چیزی که هست در زندگی این شخص داره مسائل تکان میخورن. ببینید مسئله هست، بار این شخص بسیار سنگین هست، حالش آنچنان خوب نیست. چون دو تا کارتای پایینم حرف از مسئله سختی در مورد این شخص میزنن. خب، و اینکه در اون بالا میگه که کائنات هم صداش دارن میکنن، و اینکه اون حرف اون کائنات رو هم نگاه نمیکنه، گوش نمیده دوستان. عزا دارم براش میبینم باز برای این شخص، یعنی حالش آنچنان خوب نیست. تغییر و تحول بسیار زیادی داره تو زندگیش اتفاق میفته، ولی باز هم دوتا کارت بعدی دارم به من میگن که این شخص بنیاد بسیار قوی داره، اعتماد به نفس خودش رو داره به دست میاره، کم کم شما رو نمیخواد از دست بده، میدونه که به سمت شما بیاد دو مرتبه دعوا خواهد شد، بحث خواهد شد. همچنین مسائل مالی برای این شخص بسیار مهم هستند دوستان. داره یک مسئله بسیار کار میکنه، داره به سمت شما میاد، و اینکه خوشحالی دارم براش میبینم بعد از یک مسئله سخت، یا اینکه براش یک مسئله جنسی بسیار خوبی براش دارم میبینم در آخر. خب امیدوارم که با شما باشه. براش میبینم درگیری فکری ذهنی در مورد شما، در روی خودش بسته، در روی شما هم بسته دوستان، ولی داره حرکت میکنه. بعد از یک مدتی دارم میبینم باز هم حرف از حرکت میزنه. شخصی هستش که از نظر معنوی پس صعود داره میکنه، میدونه که درگیری خواهد داشت اگر بخواد شروعی دوباره در زندگیش داشته باشه، میدونه که باید با دیگران بجنگه. پس در مورد این مسئله داره فکر میکنه، و اینکه میدونه که دشمنی در کنارش هست. خب در مورد شما دوستان، به شما فکر میکنه، به برگشت با شما فکر میکنه، میدونه که با شما موفق خواهد بود، منتظر یک پیروزی مالی هست، یک چیزی دستش بیاد، و در حال حاضر اگر باهاش مکالمه ندارین عزیزان دل، این شخص شما رو از دور و دور داره نگاه میکنه. در مورد شما با دیگران شاید صحبت میکنه، و اینکه میدونه که به سمت شما بیاد، حالا باتون چونه که خواهد زد که بماند، دیگران هم حرف میزنن، یعنی این زبانهای مار هستن. انرژی مؤنثی جلوش ایستاده برای برگشت به سمت شما دوستان، و اینکه این شخص به شما احساس داره و داره برای اینکه یک استحکام وارد زندگیش بشه، به یک مسئله سختی توی زندگیش داره پایان میده. خب دوستان، حالا بریم ببینیم که فرشتگان عشق چه حرفی به همون میزنن. حرف از فرزند میزنه. اوکی، پس بهتون میگی که زندگی این شخص
تحت تاثیر فرزندانش هست. حالا اگر فرزند نداره، خودش به یک بلوغ احساسی نرسیده، یا اینکه مسئله فرزنددار شدن برای این شخص مهم بوده. ببینید دوستان، این شخص به دنبال یک عشق واقعی هست و اینکه میگه که باز نگاه کنید دوستان، بهتون گفتم مسائل مشکلات مالی و کاری، و اینجا باز هم مشکلات مالی و کاری داره حرف میزنه. و اینکه بریم ببینیم که کارت بعدی حرف از این میزنه که میخواد بیاد به سمت شخص احساسش و باهاش یک صحبت درست حسابی داشته باشه. خب ما پدرشو در میاریم، واسه این کارت میریزیم بریم چه خبر هست. از یک طرف دیگه بهتون میگه که بله، به خاطر فرزندان نشون سعی میکنه که خودش رو جور نشون بده، یا اینکه به خاطر که این بلوغ رو نداره که آنچنان گرایشی به سمت شما نداره، یا اینکه فکر میکنه که شما دیگه بهش به سمتش گرایشی ندارین. دوستان کارت بعدی حرف از این میزنه که شما میگه که این شخص مثبت باقی داره میمونه در مقابل زندگی احساسیش، و اینکه حالا میگه که مطمئنه که میتونه شخص دیگه هم وارد زندگیش بشه به غیر از شما، که دوستش داشته باشه. و این شخص در واقع میخواد بره با دوستاش هم صحبت کنه در مورد شما، ببینه آیا کار خوبی هست اصلا بیاد با شما صحبت کنه یا نه، و به این زودی تصمیمی داره میگیره. اوکی؟ و اما بریم ببینیم کارتای دیگه بهمون چی میگن. من چه دست کارتی رو بگیرم؟ اینو بردارم بعد از اون. اوکی بریم ببینیم چه خبر هست. من یک دست کارتی رو یادم رفته بیارم، اینا رو میچینم بعد میرم اونو میارم. خب ولی با همه این احوال دوستان، این شخص داره اعتماد میکنه، یعنی یک سری از مسائل رو داره خودش رو رها میکنه. این خیلی خوب هستش، ولی این شخص آنچنان که به همه چیز چسبیده، و اینکه ببینید دوستان برای شما انرژی سالس افتاده در کنار این، در کنار این شخص انرژی سالس، حسادت، انرژی های سالس در مقابل چی هستش؟ در مقابل حالت خوبی که این شخص نسبت به شما داره، کسی هست در کنارش که حسادت زیادی میکنه. این شخص در واقع در حال حاضر احساس میکنه که نمیدونه چی درسته چی غلط هست، چون خیلی گیر مشکلات مالی و مشکلات دیگرش هست، مالی و کاریش هست. و اینکه حرف از یک آشتی میزنه، آیا داره به خودش میگه که آیا اگر من برم و آشتی کنم، آیا این مسئله درستی هست، یا اینکه نه من دارم اشتباه میکنم. و در مقابل آشتی، در مورد آشتی با شما داره میره با دوستاش حرف میزنه. بریم دیگه کارت دیگه به ما چی میگن. بله، خودشو داره از دست یک شخصی یا اشخاصی، نفوذ اشخاصی داره خودشو رها میکنه این شخص. و اینکه دارم میبینم که بعد در حال حاضر به خودش داره فکر میکنه و دوست داره که یک مسئله نرمشی شما باش داشته باشه یا اون با شما داشته باشه. و به هر حال دارم میبینم که تعادل در رابطه داره به وجود میاد، و پشت کارت ها حرف از باز هم مسائل جنسی ممکنه بزنه. پس به فکر یک آشتی با شخص احساسیش هست. اوکی؟ شخص احساسیش وقتی من میگم برای شما عزیزی که داره این فالو نگاه میکنه. خب بریم کارت دیگه چی بهمون میگن. یه لحظه من این ویدیو رو روی پوز میذارم، روی استاپ میذارم و برمیگردم. ببخشید دوستان، به قول اینجا یا میگم وقتی که مغز نداری دست و پا داره، یعنی که یادت میره چیزا رو، هی باید بری برگردی. بکت من. خب ببینیم چه خبر هست در کارت های دیگه و بعد نگاه میکنیم با هم دیگه به صورت کلی. بله، شک و تردید داره. حالا من بیام چی میشه؟ بچه هام چی میشن؟ بچه هاش چی میشه؟ حالا نمیدونم اون ننه و بابا و همه، و نمیدونم انرژی سالس چی میشه. بس بهتون میگه بله، میگه که این شخص به فکر منافع شخصی خودش هست، شخصی هستش که مقداری گم و گیج هست و داره کم کم پیشرفت میکنه، و شخصی هستش که ببینی رو راست نیست، به طور کلی رو راست نیست. اوکی؟ و محتاط عمل میکنه. ببینیم کارت دیگه ببینیم چی میگن. کارت بعدی حرف از یک به هر حال تعهد داره میزنه،
تعهدی که باش شما که داری این ویدیو نگاه میکنی رو براش تحت سوال قرار گرفته، ولی دارم میبینم که بله پیشرفت بسیار قشنگی برای شما برای نسبت به این حلقه به این تعهد داره و بر روی این گموگیجیش تغییر و تحول بسیار بزرگ و زیبایی تو زندگیش داره به وجود میاد. و اینکه دارم میبینم که بله این شخص به درون خودش رفته در حال حاضر از و اینکه میخواد مسائل براش روشن بشن، از حس ششمش استفاده میکنه و اینکه میخواد شما رو دعوت کنه. ببین چند کارت به من گفتن که میخواد به سمت شخص احساسیش بیاد و این کارت ها باز هم دارن چیکار میکنن برای ما این مسئله رو تاکید میکنم. پس به طور کلی شخصی هستش که تحت تاثیر زندگی خانوادگیش هست، زندگی بچه‌هاش هست، و یا اینکه به طور کلی شخصی هستش که به بلوغی نرسیده و داره کم کم تحت تاثیر انرژی ثالثی هست و اینکه الان به خودش داره این مسئله رو میقبولونه که دیگه بین ما کششی گرایشی وجود نداره، ولی دارم میبینم خودش رو داره رها میکنه و از زیر یک انرژی ثالثی که بر روی اون نفوذ داشته داره در میاد. و در مورد حلقهش با شما عزیزی که دارین این یعنی اون تعهدش در مورد شما عزیزی که دارین این ویدیو رو نگاه میکنه داره فکر میکنه و شک و تردید داره، برم نرم چه کار کنم. به هر حال این شخص فکر میکنه که یک روزی یک عشق بزرگی سر راهش قرار میگیره و اینکه بسیار خوشبین هست. باز هم انرژی ثالث در کنارش افتاده و با اینکه انرژی ثالث بر روی خوب بودن این شخص تاثیر داره، شخصی هست در حال حاضر به مشکلات مالی داره، ببین به منفعت مالیش داره فکر میکنه، ولی بدون اینکه در مورد شما عزیزان دل تغییر تحول بسیار خوبی داره، تغییر تحول بسیار زیبایی داره براش به وجود میاد. مسئله شغلی مالی براش بسیار مهم هست و اینکه برای اون مسئله احساسی میگه که خب بعدن فکر میکنه که در یک سرابی هست، نمیدونه چی درسته چی غلط هست و اینکه میدونه که باید مقدار نرمش داشته باشه و در حال حاضر داره راهش رو پیدا میکنه و تغییر و تحول بسیار بزرگ و قشنگی داره توی زندگیش به وجود میاد. میخواد با شما یک مکالمه داشته باشه، از دوستاش کمک میخواد، در مورد میخواد در صحبت کنه آیا کار خوبی هست که من برم با این شخص آشتی کنم یا نه. دارم میبینم دو مرتبه داره برای شما برای این شخص در رابطه با شما، چون دو تا قلب هست یک بالانس افتاده، میزان افتاده، داره مسائل میزان میشن، ولی این شخص براش بسیار مشکل هست که بیاد با شما رو راست صحبت کنه، اینجوری که میگه قلب به قلب صحبت کنه، ولی که شخصی هست که یاد نگرفته که تو زندگیش باید رو راست باشه. خب دوستان توجه کنیم، باز هم ببین لک لک اینجا پروانه تغییر تحول، ببین حرف از فرزند میزنه، بازم حالا لک لک حرف از فرزند میزنه و همچنین حرف از تغییر تحول هم میزنه در زندگیش. این شخص ببینیم میگه یک نفر دیگه این رابطه شما رو با این شخص داره به هم میزنه تحت نفوذش. انرژی ثالث رو چند بار ما دیدیم توی این فال. ببینید کارت بعدی دوستان حرف از این میزنه که ممکنه که زمانی که شما حالا مشغول یک کاری باشین این شخص با شما تماس بگیره و اینکه بهتون داره این شخص بهتون گفتم اون بالا قبلا گفتم کائنات باش صحبت میکنه، اینجا هم به همین صورت کائنات هم دارن سر راه این شخص الان امی رو نشون میذارن که این شخص بیاد و با شما صحبت کنه. بله فرزندانش و همچنین مسائل مالیش، ببین چند بار این میگه مسائل مالی و کاری برای این شخص چند بار این فال گفته مهم هست. و اینکه شخصی هستش که ممکنه که شما در سورپرایز بسیار خوبی از نظر نسبت به شما داشته باشه، یه چیزی تغییر میکنه توی زندگی، شاید یک سورپرایز خوبی در مورد مسائل مالی براش به وجود میاد که میاد به سمت شما دوستان. و همچنین دارم میبینم که ولی این ترجیح میده که این شخص رابطهش رو با شما از دید دیگران نگاه کنید، دوتا کارتا شبیه هم هستن تقریبا، از دید دیگران پنهان کنه. همیشه میگن اینجا یا میخواین خوشبخت زندگی کنین مخفی زندگی کنین، مهم نیست، مهم اینه که من و تو با هم خوشبخت باشیم، دیگران به درک. و اینکه بهتون میگه به این زودی مسائل در زندگی این شخص دارن حرکت میکنن و
این شخص به طور کلی داره جلو میره. خب دوستان، و اینکه بریم ببینیم که چه پیامی برای شما داره. اینو به صورت یک فال میخونم. اوکی؟ ببینیم چه خبر هست. خب شخصی هستش که داره دوستان تازه زندگیشو دستش میگیره. اوکی؟ تازه داره قدرت میگیره و شخصی هستش که داره روی ترسهاش کار میکنه و اینکه میگه که یک شخص جدیدی داره میشه. اوکی، خدا کنه دوستان. و اینکه شخصی هستش که ببینید دوست داره شما رو دعوت کنه، دوست به شما داره فکر میکنه و به فکر این هست که بیاد به سمت شما و سورپرایزی برای شما انجام بده. و شخصی هستش که میگه که در حال حاضر 4 تا کارت بسیار بسیار زیبا افتاد. پس این شخصی هستش که دوست داره که با شما باشه. در واقع اینجوری هست. خب ببینیم حالا کارت دیگه. شخصی هستش که بسیار گم و گیج هست و میترسه. خب داره تازه قدرتمند میشه. پس مسئله هستش که قدرتی که داره میگیره و اینکه تازه متوجه انرژی های سالس در زندگی شده و به خاطر همین هستش که جوجه است دیگه، جوجه کوچولو دو دست بگیریم. خب میترسه. خب و به اندازه کافی به خودش اعتماد نداره. وقتی که اومده بود اون موقع سراغتون خیلی اعتماد داشت. حالا طفلکم بی اعتماد شد. خب حالا بریم ببینیم چه خبر هست و اینکه میگه که من به لطف تو به خودم اعتماد دارم. ببینیم باز هم حرف از اعتماد به نفس میزنه و اینکه میگه که من به لطف تو به خودم اعتماد دارم. خب ما اگر خوب هستیم پس چرا جیرو لب خیابون ولمون کردی بچه پرورشگاهی شدیم والا اینجا. خب شخصی هستش که بسیار اتفاقی بدی تو زندگیش افتاده، ماورای رابطهش با شما دوستان، و اینکه بسیار حالش بد هست و اینکه اینقدر که کار داره که با اینکه دلش میخواد به سمت شما بیاد نمیدونه چه کار کنه، این ور اون ور کارش زیاد هست. خب ببینیم کارت بعدی چه خبر هست. چیزی هست بدون گفتم در این کارت هم افتاده بود. حقیقتش رو از شما ازش نپرسین. هیچ وقت به شما حقیقت نمیگه. شخصی هستش که دروغگو هست به طور کلی. حالا خیلی هم یه سری ها هستن اینقدر عاشقشون، اما وای من دروغ، منو دروغ. زمانی که دستشون اینجوری مچشون رو میگیری، خب بعد اون موقع تازه مچشون رو گرفتی، میگه ای وای من بودم. خیلی جالبه. شخصی هستش که میترسه شما رو از دست بده و تازه غیرتی هم هست روی شما دوستان. و اینکه کارت آخر حرف از این میزنه که بله، تازه یه طرف میخواد شما رو دعوت کنه، به شما فکر میکنه، یه طرف دیگه حالا میگه حالا اینم دعوت کنم، چند نفر دیگه هم دعوت کنم، با هم دیگه دلربایی هم بتونم بکنم. تازه خیلی خوب، اولان کس که خریدار شدش من بودم، باعث گرمی بازار شدش من بودم. و این شخصی هستش که میگه که من قربانی یک مسئله هستم و اینکه نمیدونم چجوری خودم رو رها کنم. بله دیدیم انرژی سالس در زندگی این شخص زیاد بود. خبر خوش در این کارت ها این هستش که این شخص به شما فکر میکنه و شما به شما از طریق شما، از انرژیش رو ما به عنوان مواد غذاییش، سرم درمانیش، سرم قندیش داره استفاده میکنه. و حالا تازه کم کم بچه‌مون داره پا میگیره. شاید هم حالا یه تخم کفتنم بذاریم زیر زبونش باز بشه که بخواد با همون صحبت کنه و میخواد شما رو دعوت کنه. با همه این احوال میترسه، چون میگه ای وای حالا من به اندازه کافی اعتماد به نفس ندارم. نداری که نداری، روز اولی که اومدی سراغ ما داشتی، حالا لطفا برو یه جا جمعش کن برگرد. و اینکه انگار سر خودش رو بسیار جاهای دیگه گرم کرده، با کارهای گرم کرده. همونجور که دیدیم مشکلات مالی زیاد هست این شخص، کاری مالی داره. اتفاق بدی توی زندگیش داره میفته دوستان. و اینکه دارم میبینم که به نسبت به شما غیرتی هستش، ولی دروغگو هم هستش، حقیقتا رو به شما نمیگه. از یک طرف ممکنه شما رو ببینه، دعوتتون کنه، ماچو بوسه براتون بفرسته، از طرف دیگه با دلبران دیگه دلبری کنه. خب و اما انرژی سالس هم که دینیم بود. ببینیم که این شخص چه پیامی برای شما دوستان داره. فالمون خیلی طولانی داره میشه. من سعی میکنم که سریع خب شخصی هستش که بهتون میگه که به این زودی همدیگر رو میبینیم و اینکه داره بهتون میگه که
منتظر چی هستی، موقعیت داره جور میشه و اینکه داره به تو میگه خانواده من جای بزرگی در زندگی من داره، انگار ما نمیدونستیم، و اینکه البته که من دوست دارم بیشتر در کنار تو باشم. پس پیام های بسیار خوب و امیدوار کننده ای داره برای یک سری از شما. من مطمئنم از این شخص به این زودی زود خبردار خواهید شد. خیلی ممنون میشم از عزیزانی که مثل دفعات قبل پیام گذاشتن و گفتن که از این شخص با خبر شدن. خب دوستان، روی ماهتون رو میبوسم، روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار دوستان.